درود مجدد به شما به انتخابات 98 خوش آمدین. کمیسیون مستقل انتخابات موفق به مشخص کردن تقویم تازه اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری نشده. اعضای کمیسیون میگویند که این نهاد منتظر تفکیک آرا از سوی درملوکند و تا بر بنیادش نتیجه ابتدایی را اعلام کنند. از سوی هم شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از این راه گذر کارکردهای کمیسیون انتخابات را نقد کرده، میگن که کمیسیون متوجه باشد تا نباید با آرای مردم معامله صورت گیرد. این مورد بیانگر چیست؟ یعنی واقعا معامله در کار بوده و در کار هست؟ یک مورد. مورد دیگر این که چقدر آرای بایومتریک شده از آرای غیر بایومتریکی تفکیک بجا شده و واقعی. در کنارش از میان 1,900,000 رای در صورت فلتر شدن چند میلیون رای بیرون خواهد شد. سه موردی که بیشتر در این برنامه انتخابات 98 روی صحبت میکنیم و سایر موارد دیگر. اول گزارش برمیگردیم. 27 روز از روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری میگذرد. هنوز کمیسیون مستقل انتخابات نتوانسته نتیجه ابتدایی را اعلام کند. این کمیسیون میگوید منتظر تفکیک و آرا سوی کمپانی درملوکن تا بر بنیاد آن نتیجه ابتدایی را اعلام کند. ما منتظر ازی هستیم کمی تاریخ تصفیه نهایی عموم مقدار رأی که ارسال شده ایره شرکت درملوک به ما اعلام بکنه که کدام روز است. روزی که اینا آمار برای ما اعلان بکنن و پرند بتن نتیجه را، از روی از او باز ما میتونیم که چگونگی بازشماری و میاده که اعلان نتایج ابتدایی بکنیم او را تعیین کرده میتونیم. احمد ولی مسعود نامزد ریاست جمهوری کارمندان کمیسیون انتخابات را به کم توجهی در کارشان متهم کرده، میگوید کمیسیون انتخابات مستقل نیست و میافزاید تمامی کارمندان این نهاد با دستور عمل میکنند. یک آقازاده با یک نفر آقازاده از داخل وزارت داخله میره اونمو رای میلیون مردم دستپورت میکنه و میخواه که چیزش دزدی کنه و بیا فردا اعلان کنه که این والا ما بردیم شما باختین. مگر این افتضاح نیست؟ این مسخرگری نیست؟ این اوج مسخرگری است. این در یک کشور دیگه واش شما چی میگن؟ چی میگن بر شما؟ میگن واقعا از این طریق میتونه که شما دموکراسی رو تمثیل کنین؟ شمار از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری میگویند اوج افتضاح انتخاباتی در کمیسیون انتخابات وجود دارد. اینها میافزایند که مداخله ها در کارهای کمیسیون انتخابات از سوی رهبران حکومت وحدت ملی صورت میگیرد. یک روز بعد از انتخابات گفتن که افغانستان است، باز افغانستان مشکل داره، خب در اینجا نمیشه، بهتر از این نمیشه، بهتر از این دموکراسی نمیشه. این مسخره بازی چی است؟ 2004 انتخابات، 2009 انتخابات، 2014، 2019، 20 سال اینا یاد نمیگیرن. شرم‌آور است واقعا، برای نظام شرم‌آور است، برای یونما و آمریکایی‌ها شرم‌آور است. قرار بود که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 27 ماه گذشته اعلام شود، اما کمیسیون این کار را نتوانست و از این بابت از مردم عذرخواهی کرد و تا حالا هم معلوم نیست که چی وقت این ماموریت به فرجام میرسد. در این انتخابات 98 آقایان سید خالد سادات عضو دسته انتخاباتی دولت ساز، متی الله ابراهیم زی عضو دسته انتخاباتی امنیت و عدالت و جناب سمی درایی عضو کمیته سیاسی دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی با ما هستند. خیلی خوش آمده این، ممنون از تشریف آوری هر سه بزرگوار. بیاین جناب سادات بحث را از این زاویه آغاز کنیم که این تأخیری که در اعلام نتایج ابتدایی به میان آمده پس از 27 روزی که حال انتخابات برگزار شده و از نتیجهش خبری نیست، برای شما چقدر قابل قبول است؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض و ادب خدمت شما، خدمت میهمانا و بنده های عزیز. خب طبق طرز عمل کمیسیون مستقل انتخابات و طبق تقویم انتخاباتیشان باید 27 میزان با تاریخ 27 میزان باید همی نتایج ابتدایی را اعلان میکرد. اما چیزی که ما نگران است می‌بینند که کمیسیون باید جواب بدن و اگر دو مسئله است، اگر مسئله تکنیکیشان باشه، خصوصا مسئله که اپلود شدن داتا در سرور یا در ذخیره آرا وقتی که انتخابات صورت گرفت، بعد از روز انتخابات تقریبا 8 روز فقط با اساس ارقام ما فقط 5000 تا 6000
بیومتریک و دستگاه ها و موادش انتقال شده بود و کمیسیون بالاخره از در ملک خواستن که بیان تمی پروسه یا پروسه شدن دیتا به سرور ای سرعت پیدا کنن. بالاخره دوین جنرالشن که آمد در 30 روز تقریبا 21,000 یا بیشتر از 21,000 محل رایشان انتقال کرد به سرور و ذخیره. اگر این کار در اول می گرفت در ابتدا صورت می گرفت فکر می کنیم که تاخیر به وجود نمی آمد. خب بالاخره به این نتیجه می رسیم که یک مسئله تکنیکی بوده، نه مسئله معامله، نه یک مسئله که ما نگرانی ما آن طور باشه که این یک معامله تعریف کنیم و یا معامله که به سر رای مردم افغانستان صورت می گیره. به اساس مشکل تکنیکی و از بود مشکل تکنیکی شاید قابل پذیرش است، اما ما می‌دانیم که کمیسیون مستقل انتخابات در زودترین فرصت، خصوصا چیزی که ما می‌دانیم هفته آینده که هفته صبح شروع میشه و تا پایان هفته حداقل می نتایج ابتدایی را اعلام بکنه. جناب سادات، می‌خوایم موضوع این مورد هم داشته باشم. در روز زمان گپ و گفتایی در مورد هکرهایی که آمدن در برخی نقاط جابجا شدن و بار بار امین سرور روم را و سرور مرکزی را مورد هدف قرار می دادن، این مورد هم بیان شد از سوی برخی ها اما سندی وجود نداشت. این مورد را چقدر می پذیرین شما در روز زمان؟ خب ما در ابتدا باید بگیم که در پروسی ملی، وقتی که یک پروسی ملی است، انتخابات و خصوصا کاندیداها و استعدادهایی که اونا خیلی انتخاب میکنن، کوشش نکنه که امی پروسی ملی در ذهنیت مردم افغانستان یک پروسی ناقص و یک پروسی که اعتمادش صدمه میبینن معرفی کنن. قسمی که شما گفتین در اینجا کاندیدا و حتی ناظرین و یا مردمایی که خصوصا استعدادهایی که داخل در انتخابات بودن و طرف انتخابات بودن ادعا داشتن، اما دیروز این مورد رئیس تکنولوژی معلوماتی کمیسیون تایید کردن، گفتن چندین بار این مورد را. بسیار تشکر دوستا، من فکر میکنم یک بله بسیار دور همین مورد را رئیس تکنولوژی معلوماتی کمیسیون تایید کرد و بعدا اینا آمدن یک روز بعدش به دادستانی کل معرفی شدن. این یک درد سر تازه و یک پرسش تازه ای را خلق کرد. میخوایم در این مورد از شما داشته باشیم. خب من هست یک ژورنالیست معتبری رسانه های کشور، شما باید معلوماتتان ای باشه که رئیس ایتی به اساس مشکلاتی که در روز انتخابات بود در دستگاه ها به او اساس بلوی سرنوالی معرفی شده، نه به ای که در سرور دست داشته. یک مسئله مسئله دیگه گفتیم در سرور دست داده شده، این شاید درک شما بود جناب سادات. من سوالم همین بود که گفتن مورد حمله قرار گرفت، فکر کنم که شما سوال را چیز خب دیگری در کردین و موفق نشدن. شما گفتین که هکرها چیز کردن و بالاخره به او اساس مورد هکرها حمله کردن، گفتم مطمئنا دقت کردین به پرسش شما. جناب از نگاه طبیعی دنیای مجازی و دنیای سبری 24 ساعت مورد تهدید است. حتی ذخایری که معتبر از اوستن، مثلا بانک جهانی وبسایتش هم هک شده نمیتونه، ولی سرشان یک حمله صورت میگیره. ما چیزی که خدمت شما ارائه میکنیم و ایستن که کمیسیون مستقل انتخابات دیروز یک گزارش ارائه کردن و در 7 ورق همه چیز را برملا ساختن. در نقطه اخیر گفتن که هیچ نوع، در نقطه ای به این نتیجه میرسیم که هیچ نوع دستبرد و یا تصرف در مواد انتخاباتی و ماشینهای بیومتریک صورت نگیرد. سوال ما این نبود، یعنی سوال ما چیز دیگری بود. لطف کنین به سوال ما جواب بدین، در ادامه باز به این مورد هم میپردازیم. خیلی خوبم، جواب سوال ما اگر نیاز است ما دوباره تکرار کنم سوال را. بفرمایید. دقیقا سوال ما در مورد معرفی شدن رئیس آیتی به دادستانی بود که باز بعدن گفتن که اینا حق ندارن، صلاحیت ندارن که معرفی کنن، مسئولان دارالانشا گفتن و سایر گپا، اما سرور مورد حمله چندین بار قرار گرفته بود. این مورد چقدر تانست که میزان انتقال مواد را دردسرساز بسازه و با این وضعیت بسازش که تا امروز نتونیم ما موفق شویم که حداقل نتایج ابتدایی را داشته باشیم؟ خب یکی وقتی که حمله صورت میگیره بالای سرور و کمیسیون انتخاباتی را تایید میکنه، اینا باید پاسخگو باشه. یک مسئله من شما به عنوان یک دسته انتخاباتی من از شما سوال میکنم که نگرانی شما را داشته خب باشم، نه اونا را. نگرانی ما تا به امروز از سوی کمیسیون مستقل انتخابات تقریبا ما یک پروسی نرمال میدانیم. همه وقت و هر وقت برای ما یک راپور میتاب و وقتی که ما از پیش چیز بخوایم و در چوکات و در طرز عملی که
ما باید حداقل دسترسی داشته باشیم به معلومات و اون معلومات به ما یه رای میکنن. بنابراین برای ما و برای تیم دولتساز یک پروسی نرمال هست، پروسی که در قانون تعریف شده، پروسی که همه چیزهایش تا به امروز در چوکات طرز عمل کمیسیون انتخابات و در طرز عمل انتخاباتی صورت گرفته. ما نگرانی ما فقط از بود تکنیکی بودن که چرا این اعلام نتایج ابتدایی انتخابات به وقت خود صورت نگرفت، اما کمیسیونی که جواب رای میکنه که گویا مشکلات تکنیکی به این طور بود، بالاخره قناعت حاصل شد. ممنون از شما، بسیار خوش آمدید ابراهیم زای صاحب. شما میخوایم در این مورد نگرانی شما را هم داشته باشم که چقدر کمیسیون کار خود را تا اینجای کار درست پیش برده در وضعیتی که در 27 روز نتونسته حداقل نتایج ابتدایی را اعلام کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما، مهمانان شما، بینندگان محترم شما. من خدمت شما عرض کنم که ما قبل از اینکه به روز انتخابات بریم، یک چهار روز پیش شاید آقای درعی با ما موافق باشه، یک نشست در کمیسیون انتخابات شد، یک تعداد سوالات تکنیکی رو ما از اونا کردم و متاسفانه تا امروز با بعض معلومات از اونا خواستم کتبی، اونا در اختیار ما قرار نداد. یک، من خواستم از اونا بگویم که شما این برگه های رای دهی تان را که توزیع کردین 11 میلیون به کدام میکانیزم توزیع کردین و به کدام ولایت لیست زیر در اختیار ما قرار بدین. فرض کنیم به یک ولایت، ولایت لغمان، از کدام سریال تا کدام سریال در ولایت لغمان در مجموع چقدر نفر ثبت نام کرده و در ولسوالی وار باز میریم به طرف مراکز. میکانیزم هم بتونست که از محل میایم به مرکز، از مرکز میایم به واحد اداری، از واحد اداری ولسوالی باز میایم به ولایت، باز زون میشه به این شکل ترتیب. و همچنان شما وقتی که با این برگه های رایدهی جدول نتایج را روان کردین، فرستادین و در کنار ازی یک چیزی به نام دیوایس بایومتریک فرستادین و معمول است که شما یک مرکزی که ده محل داره دو یا سه اضافه که روان کردین، مهم نیست که چند تا را اضافه روان کردین، حداقل برای ما دیتیل از اینه میره، شرح از اینه میره بدین که کدام دیوایس تحت کدام سریال نمبر روان کردین. 34 روز میشه، 32 روز میشه از اون زمانی که شما یاد میکنین. جواب را گرفتین؟ نخیر نخیر، ما مکتوباش هم یعنی ای کاش من رای خود میاوردم مکتوبا را، اینا ندادن. زمانی که اینا اگر متوجه باشین با کمپانی در ملوک کمیته تدارکات ملی قرارداد کردن و در او قرارداد طوری است که کمیته در کمپانی در ملوک و تصادفا یک چیز دیگر که آقای مرتن است با اینا ما یک نشست داشتیم در هتل سیریناس، رئیس دانشگاه کمیسیون انتخابات هم بود، از همین سوالایی که ما از اونا کردم اینا عاجز ماندن و گفتن که بس میگذاریم برای بعدی. ما بعد صراحت به دوستا گفتم که بیای که ما پروسی ما پروسی ملی است، به یک دیدگاه بزنس نشه. خب یا رفتن به پروسه، وقتی که به پروسه رفتن در قرارداد اینا گفتن، البته یک تعداد از دوستای دسته های انتخاباتی هم گفتن که ما با کمپانی در ملوک صحبت کردیم، کار کمپانی در ملوک قسم است که اگر یادتان باشه رئیس کمیسیون انتخابات گفت که ما در 48 ساعت نتیجه را اعلان میکنیم. اول 24 ساعت بود که در پایان کار درست بود، در ادامه به تعویق افتاد. متاسفانه اگه پای زونا و نوت نفهمیدن، بس اول که آنلاین هم بود، باز آنلاین آفلاین شد. آنلاین آفلاین شد، اینا گفتن که در جایی که اینترنت است، در جایی که سهولت اینترنت است، دیگر روز وقتی که به اصطلاح انتخابات خلاص میشه، با مجرد تکمه سند تمام ارقام میه به سرور. در جایی که اینترنت است، با مازه که شما دیوایس انتقال میتین به سایه اینترنت، همی ارقام میه. اینجا بازی رو چی خراب ساخت؟ بازی رو خراب ساخت که فردای امروز فکر کنم اگر شما نکرده باشم یا پس فردا، خود در روز انتخابات کمیسیون انتخابات آمد و از 52% مراکز برای ما اعلان کرد که ما 1,052,000 مشارکت داشتیم. 48% متباقی زیر که فردا پس فردا اعلان کرد گپ به 2.7 رسید. و فردای امروز آقای حمدالله محب مشاور شورای امنیت در نشست سازمان ملل سقف مشارکت 3 میلیون اعلان کرد. خب یک زمانی شد که شما هم پیشتر در سوالات، حالا میگه 1.9. اجازه بدید این هم پایان میه. شما مطمئن باشین ما در میز شما برای شما گفتم چند میلیون خواهد شد فکر میکنید؟ من باور من این است که بین 1.4 الی 1.6 باید باشه، از او بالا نیست، از او بالا نیست. پس این 3 میلیون مسئله چی میشه؟ خب اجازه بدید، حالا خب من سوال ما هم این است که این 3 میلیون کسی که تقلب کرده مطابق با قانون جزای افغانستان باید مجازات شه. و این جرم هر کسی کرده، اگر ما کردیم ما، چون این جرم در انتخابات، جرم انتخاباتی، جرم شخصی بوده نمیتونه، این شخص زینف است، تیم زینف است، هر کسی که است. پس حالا کمیسیون کار خود را به درستی انجام داده یا نه؟ نه خیر، نه خیر. متاسفانه از اول پلان گذاری درست نبود، ما به طرف دبل استاندارد رفتیم. اگر من اجازه بدین سوالاتتون شما فکر کنم ان شاء الله می داشته باشیم. سوال جای نمیمونه. وقتی که یا آمدن
با پروسه پروسه قسم شد، کمپانی در ملوک ناکام شد. کمپانی در ملوک به دلیل از این ناکام شد. وقتی که شما با کسی، من حیث یک کسی که دیتابیس میسازم، با کسی که دیتابیس برش تهیه میکنم، امریکوایرمنت از او را میخوام، بر از او میگم که تو باید با این کپسیتی کمپیوتر داشته باشی. اگر وب بیس باشه برش میگم که تو باید اینقدر اینترنت ضرورت داری، با این ظرفیت اینترنت ضرورت داری. درست؟ مخ این که بازوز این چیز آماده کرده میتونه یا نمیگه، گپ بعدی است. خب کمپانی در ملوک نتونست که به صورت وای فای دیتا را انتقال بکنه. باز فکر دیگه تا که تایم افترم به اساس از اینکه که چپا باید کشیده شد یا کاردا کشیده شد و به کمپیوتر وصل شد، نماینده تکنیکی ما امروز از جلسه خیست و با این هم توافق نکرد. به دلیل از اینکه ایزدیکار تا وقتی که شما میکشین، من حیث یک کسی که در تکنولوژی دسترسی دارم، ای امو به اصطلاح امو سیفتی خود از دست میده تقریبا. خب فاز خود شد؟ بله اجازه بدین، اجازه. بله 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 بله، ای امو سیفتی خود از دست میده. شما یک موبایل از بازار بخرین، وقتی که شما آواز میکنید در پشت پیش از یک کاغذک است برای لاک، همین لاک دکه بدین، شما دیگه ای را از بین بردین، امو گارانتی از ای را از بین بردین. به هر دلیل دیگه قسمت ناکام شد، سر صداها شد که گویا قلف شکست. آمدیم تا این قسمت، ما گفتیم که شما سخنگوی در ملوک نشین، شما وکیل مدافع کمپانی در ملوک نشین. کمپانی در ملوک 20,000 افغانی، 50,000 افغانی، 1,000,000 افغانی را نگرفته، به میلیون ها دلار گرفته که به او ما میتونستیم شفاخانه ها ایجاد کنیم، به او میتونستیم مکاتب ایجاد کنیم. چرا در کارش ناکام است؟ این باید جواب بگه. بعض سوالای دیگه هم که داشتم کار دوستام، نمیخوام مغالطه کنم، نمیخوام ذهنیت ها خراب شوه، با مارتین ما سوال داشتم. مشخص اگر صحبت کنین روی این، به خاطر اینکه بتونیم به درایس فرصت بتیم باز بیایم دور دیگه هم. حالا کار خود را کمیسیون به درستی انجام داده یا نه؟ نه خیر، اینجا گپ کجا است؟ گپ اینجا است که اینا گفتن که برای تامین شفافیت، ما گفتیم اگر برای تامین شفافیت باشه، شما اگر در نتیجه تاخیر ایجاد میکنین مشکل نیست، اما تاخیر از 27 میزان شما باید یک وقت بدین. من حیث یک شخص مسلکی بر شما میگم که یا 15 روز دیگه هم نمیتونن وقت بدن، به دلیل از اینکه حالا منتظر در ملوک هستن. در ملوک بیا کار خود را انجام بده. اجازه بدید آقای بیژن، وقتی که در ملوک بر از اینا سقف آرا را تشخیص کرد، این سقف و آرا بدون شک با ریزلشیت ساحت تغییر میخوره. وقتی که با ریزلشیت ساحت تغییر یا کیو را کورش پرنت میکنن و شما مجبور هستین که مطابق به اینمی سریال نمبر کیو براتون پرنت کرده برین به محل، به ولایت برین، صندوق باز کنین. این با او تفاوت داره. اول شما آرایی که بایومتریک واقعی خورده، این را از آرایی که بایومتریک پای مرغ و پای گوسپند و نمیفهم بینی انسان و گپا را خورده، این را جدا میکنین. وقتی که اینو جدا کنین شما میرین به مجرد، یعنی حتی بینی انسان در کار بوده. دقیقاً خوش شما دیدین فیلمایش، شما مجبور هستین کی را بکشین، بس مجبور هستین با شمارش مجدد کنین. شمارش مجدد کردین، یک ریزلشیت دوم بر شما میده. این ریزلشیت دوم شما بعد صاحب میارین، باز به اساس از این شما میتونین کی ریزلشیت به تلی سنتر معرفی کنین و تلی سنتر مطابق به این ریزلشیت برای شما نتیجه را بده. خیلی کوتاه، هکرها چقدر چالش‌زا بود کارشان؟ من میخواستم همین الان اینجا بگم که هکرها، یکی دوستا ادعا کردن که هکرها را آوردن، نمیفهم در هتل سیرینا. ببینین هکر چیزی نیست که شما او را انتقال بدین در نزدیک یک چیز بیارین او هک کنه. کسی که هک میکنه او میتونه که از کانادا هم در افغانستان مداخله بکنه. این چین سایبر است، بیش نبوده. پس اجازه بدین هکر بوده، اما ما در این قسمت هم موافق نیستم که گویا بر از اونها در سیرینا و کدام جای ریزرو شده، به خاطر از اینکه هکر دیگه شما ضرورت ندارید. کسی که هکر میکنه هکینگ میکنه و از این دوم میتونه هکینگ. اما وقتی که رئیس کمیسیون کمیسیون مستقل انتخابات باش که ما با او آدم یک ملاقات سردیستی داشتیم، یک چیز از پیش پرسان کردم، پسان با بچه‌ها شوخی کردم، گفتم اگر همین رئیس کمیسیون رئیس تکنولوژی کمیسیون باشه وای به حال ما. رئیس آیتی اعلان کرد که از طریق رسانه که هکرها حمله کرده بودن. جالبی است که امروز رئیس آیتی اعلان میکنه فردا میره به ساران ولی، اینجا یک شک ایجاد میشه و پس دوباره میگه که فلان شخص صلاحیت از اینه نداشت. آیا اینجا تطمیع است؟ متوجه باشین انتخابات یک مسئله است که مشروعیت از این از مردم گرفته میشه. مشروعیتش تو قبول است، شما حق ندارین در پروسه انتخابات شک ایجاد کنین. تخم مرغ گوشت اسب، گوشت خرگوش از لحاظ شرعی سه چیز یک حکم داره، اما وقتی که شما به کس نام گوشت اسب بگیرین تو میکنه نمیگیره، نه بسیار کم مردم. گوشت خرگوش نسبت به او کمتر است، اما تخم مرغ 90% مردم کی استفاده میکنه، 95% نمیفهمه کی مکروس حلال گفته میخوریش. شما بر انتخابات باید قبولیت را پیدا کنین، نه اینکه شما شک ایجاد بکنین. قلف میپره سویچ دادالیز است، اما میگه دیتاست نخورده، من هم که کارم باشه مجبور هستم از دفاع کنم. و این مورد هم خواهیم پرداخت، اما آنچه قابل بحث است جناب دری خیلی کوتاه داشته باشیم از شما صحبت ها را در ادامه باز بریم به طرف وقفه. آیا کار کمیسیون تا اینجا
بگونی میاری پیش رفته، مسئولین مسئولیت‌های خود را بگونی بایدش انجام دادن یا خیر؟ من فکر میکنم که نه متاسفانه، اما طوره که دوستا گفتن بدون شک کمیسیون انتخابات در وظایفش و در مسئولیتاش متاسفانه خیلی عقب مانده. اما تاریخی را که باید در 27 میزان منجر باید اعلام نتایج ابتدایی میشد، او را ما دیدیم که متاسفانه تا امروز هم پوزش خواهی شد و بعدش هم هنوز هم متاسفانه معلوم نیست که چه وقتی نتایج ابتدایی بالاخره اعلان میشه. اینا مواردی هستند که به هر حال به عنوان نمونه میتونه بالای کمیسیون انتخابات بار بشه که متاسفانه کمیسیون نتونسته به وظایفش واقعا به صورت درست رسیدگی بکنه. یعنی ظرفیت نداشتن؟ یک مقدار بله یک مقدار کم تجربگی متاسفانه در میان اعضای کمیسیون وجود داشت که او را از قبل ما بارها در میزا گفتیم. اما همین بزرگوارا را که شما هم انتخاب کردین، همه دستای انتخاباتی آمدن انتخاب کردن، پس اینچنین مورد را هم پیش بین باید میبودین. پس متاسفانه همین سیستم گزینشی از اول مورد انتقاد بود و ما در همین میزا گفتم بارها این مسئله را انتقاد کردیم. در اول کاندیدایی که اصلا اینا از سوی کمیسیون هنوز برگی جواز خود را نگرفته بودن، اینا آمدن در این پروسی گزینشی شرکت کردن که او به هزار کتاب کفر است. یعنی اونا هنوز پاس نشده بودن از سوی کمیسیون و هیچ صلاحیتی کار را نداشتن، اما متاسفانه آمدن این کار را کردن. به حال این را که گذشته ای را بگذارین در جایش، تا حال شما میبینید همین گذشته حال را متاثر ساخته و بله. این صحبت را شما یقینا و ما این را بارها در این میز یاد کردیم و در میزای رسانه های مسئله را بارها انتقاد کردیم که متاسفانه چون چیز باید نمیشد که یک پروسه سیاسی بود و یک گزینش سیاسی بود. اما طوری که آقای رئیس جمهور از قبل در کمیسیون انتخابات خصوصا در بخش دارالانشا متاسفانه مهره گذاری کرد و افراد مشخص را برای اینکه برای آیندهش بتانه هزینه بشه اوج جاگذاری کرد. مشخصا این مهره گذاری را کرده و چه کسایی هستن این مهره ها؟ یقینا رئیس جمهور بخش دارالانشا را در تمام موارد شما میتونید که رویش انگشت بگذارین، از رئیس دارالانشا از رئیس دارالانشا شروع تا باونش آقای برشنا تا به بسیار کسای دیگه که در سطح رؤسا هستن خود و در کمیسیون بر اساس آرای شفاف اونها انتخاب شده. خب من میگم که حالا متاسفانه آقای ننگ و آقای برشنا و ببخشید رشتیا اینا کسایی هستن که همیشه زیر پرسش بودن و همیشه راپورا و امو گزارشایی که امو گزارشایی که بر آقای فضلی و بر آقای محب فرستاده میشه و کلش از آدرس امید و آقا، اینا مواردی هستن که به کلی واضح است و شما در کنار از این موارد صداهایی که از تیم محترم دولتساز بیرون شده مثل خانم کروخیل با چینل سازیاش در یوناما، مثل او وکیل که البته کاندیدای کاپیسا بود که امروز صدایش بیرون شد، از البته از امو چینلایی که خودشان وجود دارن و خودشان صدای خودم میزنن. آقای محمدی هم از اعضای ارشد دولتساز دیشب گفتن که ما پیشتاز هستیم اما نیاز است که کمیسیون ایره تایید کنه. خب فکر میکنین پس به امی اساس بوده؟ بله به اساس امو رأی که 2.7 میلیون کمیسیون انتخابات در روز اول اعلان کرد، امو رأی گوسفندی که بله یقینا دولت ساز را احتمالاً خدای نخواسته اما شما هم دمی آرای گوسفندی شامل هستین؟ به هیچ وجه ما ممکن آقای پشتون از اعضای ارشد دسته انتخابی تو دیشب ایره تایید کرده. خب ببینین گفتن ما در 20% شامل هستیم. اما ما نه مهره گذاری کرده بودیم در کمیسیون، نه بالای کسی حساب کرده بودیم و حرف کدام یکتان را قبول کنیم؟ آقای پشتون یا حرف شما را؟ نه حرف حق را قبول بکنیم. آقای پشتون، من نمی‌فهمم آقای پشتون کی است و چی گفته، ولی به هر حال این مهم نیست. مهم این است که از اعضای برجسته یا رهبری دسته انتخاباتی تان نمی‌شناسین؟ نه می‌شناسم. من میگم که من نشنیدم که او چی گفته. این دیگه تعبیر شما است. ما می‌خوایم بگویم که ما دقیقاً نقل قول کردم از صحبت‌هایشان. اگر قرار باشه که او گفته باشه، اگر قرار باشه که او گفته باشه که ما در این شریک هستیم، من نمیفهم این یک کفر محض است، به دلیلی که ما کسایی بودیم که از روز اول گفتیم که از هر کسی که از رای که تقلب شده باشه، رای که گوسفندی آمده باشه، هوایی آمده باشه، از هر کس که است، ولو که از آقای احمد ولی مسعود باشه، ولو که از دکتر سب عبدالله باشه، باید کلش خط زده شود. پس باید کلش واقعا زمانتی وجود داره که با آرای مردم افغانستان معامله یه صورت نگیره؟ با این نگرانیه که شما دارین، جناب ابراهیم زهی داره و در این زمان جناب سادات.
ببینید نگرانی ها تمامش ناشی میشه از امون متاسفانه از کمکاری هایی که در کمیسیون صورت گرفت و از تقلبات سازمان یافته که از 2.7 میلیون رای آمده امروز به 1.9 میلیون. آقای ابراهیمزاده میگن 1.4 تا 1.6 خواهد. بدون شک ما می انتظار داریم محاسبه که ما هم داریم از 1.5 بین 1.5 و 1.6 باید باشه. از او بیشتر نه، از او شاید هم کمتر هم نه. برای اینکه محاسبه که ما کردیم متاسفانه تمامی آرایی را که امیال هم آمده ای آرای هنوز هم بایومتریک شده نیست. برخ از آرای هنوز هم متاسفانه برخ از آرای کثیف داخل سیستم شده و اینا باید بیرون انداخته شوند تا سقف بیای پایین و در امو محاسبه را که ما گفتیم امو آرای پاک و واقعی مردم افغانستان است در اونجا باید استاد شد. متاسفانه در امو طور که شما گفتین از اکرها یاد کردین این تمامی برنامه های سازمانیافته در افغانستان پیشا پیش از سوی یک تیم مشخص متاسفانه سازمانیافته داده شده بود و ای آمد و تمام بار بار یک تیم مشخص گفته روان هستین. سوال اینجا مطرح میشه در رئیس اگر تیم هست شما هم شامل همین حکومت بودن، یعنی آقای عبدالله رئیس اجرایی حکومت بود، بله. پس امون صلاحیت ها و قدرتی را که رئیس جمهور به شکل در دست داشتن 50% قدرت آقای عبدالله هم بودن. ببینین این مورد را ما بارها روش بحث کردیم. آقای عبدالله یک انسان شریف است و یک انسانی که شرافت میکند و اخلاق بله. اخلاق سیاسی را یاد داره و میفهمه که حفظ نظام و امی نگه کردن طرف مقابلش ارزشای... چی با این شرافتی که شما میخوانین؟ طرف مقابل متاسفانه شرافت را یاد نداشت. طور شما دیدین که طرف مقابل هر قدر اینا فروگذاشت کردن، هر قدر اینا که حرمت کردن به هیچ وجه ما به صورت واقعی دیدیم. اگر قرار است که دروغ است بگوین بگو دروغ است، اما نیست نی؟ اما من نمیتونم گفتم نتایید کردم بله. اما آقای عبدالله هر روزی که عقب نشینی کرد به خاطر حفظ نظام بود و بارها این مسئله را گفت، برای که این مدیریت بحران را در سال 2014 و قربانی را که در با قبل دفعه قبل هم داده بود این را تمام شد. دکتر عبدالله به خاطر حفظ نظام بود و این متاسفانه باید مورد استقبال رئیس جمهور و همچنان شریک قدرت قرار می گرفت که نگرفت. شما دیدن که رئیس جمهور آمد با وجود که در یک توافقنامه سیاسی به صورت دروغین آمد و متاسفانه کس دیگه دستش بالا کرد به خاطر مصلحت های سیاسی کلان، اما این آدم آمد متاسفانه امو شرافت دکتر سب عبدالله را به نظر در یک جمله کوتاه کارمندان کمیسیون واقعا دستوری عمل کردن؟ یقینا خو یک تعدادشان بدون شک گفتیم که اونا متهم هستن، اینا متهم هستن. بیشتر صحبت خواهیم کرد. واقعا کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات دستوری عمل کردن؟ آنچنانی که در گزارش هم بیننده بودید یکی از نامزدان حالا اظهار نگرانی کرد و برخی دیگر نیز اینچنین ذهنیت دارند. چرا باید کارمندان کمیسیون دستوری عمل کنند و چه ضمانتی وجود داره بر اساس آنچه که در گزارش هم آمد که حالا معامله ی صورت نگیره بالای آرای شهروندان این مرزوبوم باز میگه؟ به ادامه انتخابات 98 خوش آمدین. جناب سادات میخواییم خیلی کوتاه جواب شما رو داشته باشیم، در ادامه بریم به طرف سرور روم و سایر صحبتهایی که هست. واقعا ضمانتی وجود داره که آرای مردم افغانستان معامله نشه با این انتقادایی که شما داشتین بر کمیسیون جناب ابراهیم‌زئی داشتن، جناب درعی داشتن؟ دقیقاً ما سر کمیسیون مستقل انتخابات باور داریم، سر سیستمشان داریم و خصوصا شرکتی که اونا قرارداد کرده در ملوک در 80 کشور اونا سرویس میکنه، اونا خدمت ارائه میکنن و اما انتقادای ابراهیم‌زئی صاحب هم شنید. خب انتقاد از اونا از خودشان از وقتی که یک تیم صفرش در صفر 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 پنج رای بردن نمیتونه بالاخره ناکامی خود به میسون و در ملوک مندازه، این کار خوبی نیست و وقتی که نظیر خودش هم نباشه باز ثبت میکنه این کار خوب نیست. وقتی که ما شب و روز اونجا کار کردیم و به ناظرین ثبات و همکاری اونها حاضر هستن، ما را میشناسن، ما را ببینن، فکر میکنیم که یک نفری که فقط یک روز برای یک ساعت آقای کهنی این ادبیات پیشتازی هست، یعنی شما پیشتازین؟ نه، ما میام بحث پیشتازی حداقل به این بمانیم که اینا کسایی که ناکام هستن بالاخره ثبات های انتقادی نمی کنن. بازو می گذاریم. از کجا می فهمیم؟ از اون می فهمیم که سر انتخابات اینا اعتماد نداره، سر قانون اعتماد نداره، سر درمالوک سیستم. آیا می تونه دلیل شوه که اینا ناکام هستن؟ اگر کامیاب می بود چنین نمی گفت. اگر کامیاب می بود بالاخره امی
طرز عمل کمیسیون انتخابات گرایی هم همین گپ را میزنه، دستای دیگه هم همین گپ را میزنه، سر این صحبت میکنیم، همه پس ناکامن، میام سرشان صحبت میکنیم. وقتی که باز این ادبیات برندگی هست، میام سر این بگذارم، من اجازه بدین شما لطفا من هست یک ژورنالیستی که حداقل صحبتایتون میتونه حداقل پیام برسونه، مداخله در صحبتای ما نازیات میبینم از طرف شما. اول ما بگذارید که ما همیتون دخالت میکنید، چون همون مورد را میخواییم واضح اندک مردم خب. ببینن بشنون و واضح. وقتی که انتخابات صورت گرفت، بعد روز انتخابات تمام تی بی یا ریدلچیت از سوی کمیسیون انتخابات اپلود شد به سایت خودشان، یوزر به ما داد، به یونام داد، به یونام داد، همه گرفتن دانلود کردن و برای خودشان را ساختن. در او آرا معلوم میشه که کی پیشتاز هستن، اگر ماستر و ماسترشان زیاد چیز نمیکنه به خاطر از اینکه او آرای هستن که آرای هر کس را اعلام کردن. نه در اونجا ببینید شما در اونجا رفتن از کلی تیبا و تی بی و از کلی ریدشیت اونا اپلود کردن، هر کس خودشان پس دانلود کرد از اون ساختن. این شما میتونید، اینا میتونن، ما میتونیم. بالاخره در اون معلوم میشه که 800000 رای که باطل اعلام شد. بیام سر این صحبت میکنیم. خب پیش از اینکه سر این صحبت کنیم، مرا یک دو دقیقه اجازه بدین که ما چه رو بگیم. وقت از شما. خب دریایی صاحب میگن که ما تقلب نکردیم، اینا امیر شد که ما دانلودش کردیم در میدان وردک، در مرکز بیسود، جایی که آقای محقق بیشتر چیز داره، اونا برای خودشان رساند 246 رای در قلم و در پروسس شده به بیبرتیک 99 رای که همهشان به دکتر عبدالله هستن. به تقلبی که در نور در ننگرهار صورت گرفته از سوی سباتم گرایی و جمعی به حکمتی آرسب و در اونجا قماندان است و نمی گل کریم خان که آلی بچش به وزی پارلمان است و وزی شما هستن. در او مرکز 24 رای اپلود شده، یعنی پروسس شده، برای خودش به دکتر سبب عبدالله 150 بایومتریکی و بدون بایومتریک دکتر سبب عبدالله 158 رسانده، برای اکمتیار سبب 117. این هم از بغلان دوشی. ما به خاطر از این میگم که از تمام افغانستان رو صحبت میکنیم. در اینجا او مرکز بسته است، این مرکز صفر پروسس شده، دکتر سبب عبدالله برده 138. این مرکز ناهی 13 تا در جایی که امن هستن و در اونجا تقلب کردن، برای خود چراسانده 87 و در اینجا پروسس شدن صفر. فقط 45 ثانیه وقت دارم، خلاص میکنم. در اینجا در ننگرهار در نور عمو منطقه جایی که گل کریم خان در اونجا فعال است، 283 رای برای خودش نوشته کرده، پروسس شده 61. کمیسیون خود در ملوک میگه در پنشیر حصه اول به اینجا پروسس شده 61 و خودشان پروسس شده صفر، یعنی هیچ کار نشده، یعنی هیچ رای نبرده، بیخی دیگه او بسته بوده. دکتر سبب عبدالله در هرات ناهی 13 119 برش نوشته کرده، 13 19 و فقط 19 رای در روز بالاخره چی شده، پروسس شده. همین است ما میگیم که کجا کردیم، این از سایت کمیسیون اونام من برشان اکسس داریم، اینام دار، اینام دار. در اونجا ببینین وقتی که خودشان تقلب میکنه پس دیگرها باید متقلب خطاب نکنن، یعنی زمای مشربه دا وسی کله چی 15 گوتی بل چاته نسی و زانته مونیسی تقلب تاسو کوي، قانون تاسو نه مانی، انتخابات کمیسیون تاسو نه مانی، طرز عمل دان مانی، بایومتریک دان مانی، حتی دس اداګان کې یعنی چلته سلی سات نظارت کوم دس اداله دوی څخه ګورم چې هغه ایس په قانون کې نشته، هغه په منطق کې نشته. پس بر اساس صحبتایتون هیچ نه او دست بردی در آرای سرور روم صورت نگرفته. خب اینی گزارش کمیسیون است و کمیسیون مستقل انتخابات به همه ستاد ها روان کده، به اینجا صریحتا گفتن که هیچ دستور و هیچ مداخله صورت نگرفته و این را بعد از برنامه یک کاپیش به شما میتیم که حداقل یک معلومات اضافه ما صحبت را دیگر. پیش از اینکه شما معلومات را برنامه بتین، ما صحبت های آقای مولانا عبدالله شدیدم گفتن هیچ نو دستور دی نشده. باش وقتی کمیسیون انتخابات یک ایمیل روان کرد به کمپانی در ملوک و گفتن که با ما از 18 اکتبر تا 22 اکتبر اینا ادعا کردن که مداخله صورت گرفته، اما ارقام به ما روان کو و راپور، این هم ایمیل رسمی از کمپانی در ملوک و در اونجا گفتن که هیچ نه. خب این انگلیسی است، واضحه. اما جمله چیست؟ اما جمله شنمیست ترجمه کرده که هیچ سوره هیچ مداخله صورت نگرفته. آنچه ما در گزارش پیش از اینکه بحث شروع شد ساعت 8 بجا نشرش کردیم و مردم شهروندان افغانستان هم بیننده ما ندیدیم، منتها بگذارن مشخص ببینید شما. اما تیمای دیگه نگرانن، شما نگران نیستین از این ناحیه؟ از این ناحیه وقتی که کمیسیون انتخابات گزارش ارائه میکنه، وقتی که در ملوک خود یک راپور ارائه میکنه و سر از این موضوع صحبت میکنیم، سر از این استناد میکنیم، پس جای نگرانی، پس جای تشویش، پس جای که ما 5 دقیقه به شما فرصت دادیم. جناب ابراهیم زایی، با وجود اینکه شما 0.00005% شما رأی دارین، چرا باید که این چنین صحبت ها را داشته باشیم از شما و واقعا در سرور روم هیچ کاری نشده؟
خب اولا خب ما فکر میکنم که دگه پای جناب سادات صاحب پارادوکس است. دگه پای خودش اول به مو یوزر اشاره میکنن، اجازه بدین به مو یوزر که کل کاندیدا میگه داره، باز از مو یوزر خودش اپلود کرده سر از او انتقاد میکنه. یک مثلا دوم دقیقه است که ما رای گوسپندی و رای بوزی نداریم و رای که داریم بله رای گوسپندی و رای بوزی نداریم. پس چی داریم؟ رای پاک مردم افغانستان را داریم. چند درصد؟ اجازه بدین، اجازه بدین، این اجازه بدین کمیسیون اعلان بکنه. بدون شک ما کدام دستگاهی را در دستگاه بایومتریک خود از یاسر از مسئله بایومتریک اولین کار را کیا کردن آقای سلطانزوی از همین میزه شما گفت که ما سافت ویر را در دستگاه بایومتریک نصب کرده بودیم که با ما گزارش میده. در شام انتخابات اجازه بدین درست ها در شام انتخابات همین کار را کردن. خب یک کسی که تیاره را دزدی کرده بتونه بدون شک وقتی که قلفا میدان میکنه به اون نزدیک خود میسازه شک پیدا میشه و خودش اقرار میکنه که ما یک سافت ویر را یعنی استر... خب آقای سلطانزوی به تیاره دوز مشهور هستید. خب حالا ما از بس اجازه بدید اجازه بدید. خب اینا بسیار تاختن ما خب دیدیم که ما بس ما تکنیکی بود. مسئله دیگه ای که اینا نگران نیستن هیچ گاه دزد نگران دزدی نمیباشه بلکه پاسبان و متضرر دزدی از دزدی نگران میباشه. اجازه بدید شما یعنی ای است که اینا میگن که ما نگران نیستیم. اینا به اصطلاح به می کاسی دزدی شریک هستن. شما ببینین سقف آرا را سقف آرا را اینا به کمیسیون به درملوک اعتماد داره. شما نیاز است اعتماد کنید. اجازه بدین اجازه بدین ما میگیم که ما قاعده بازی است تا دیروز اینا میاب کی از بر آرای غیر بایومتریک به کمیسیون شکایت عریضه داده که آرای غیر بایومتریک باید حساب شود کی ما اجازه دادیم یا اینا دادن. اینا هستن که میگن که سر پدر کمیسیون ما رای غیر بایومتریک رای گوسپندی را میخوایم حساب بکنم. ما کسی نگفته. اینا هستن که یکی دیگر هشدار میدن که آدم باسواد روان کنین. امیدوارم که فردا شب کدام صدای دیگه نبره که آدم را روان کنین که انگلیسی بفهمن. ما تالر نگفتیم. اینا میگن که ما فیصدی اینا یک دفعه 70 80 درصد 60 تا 70 درصد معاون دسته اول از یا خود برنده اعلان کرده بود. یادتون است این فیصدی رو من نمیفهمم کیاس کجا میکشن. این فیصدی صد بار روزی رهبرشان است که میگه ما در روز صد بار روزی میگیرم تا همین نمیفهمم که یک وضو در چند دقیقه گرفته میشه. این محاسبهش است که ور 48 ساعت یعنی ساعت روز 48 ساعت میسازن. باز هم به صراحت میگم چیزی که صدای خانم کروخیل برآمد شینکای کروخیل بله شینکای کروخیل عضو مجلس نمایندگان بله شما میفهمید قانون حکم میکنه که هیچ کس حق نداره هیچ کاندید هیچ دسته انتخاباتی حق نداره که به خاطر پیروزی خود از نهادهای خارجی درخواست کمک بکنه. عملا اینا اقرار میکنن که ما کمک خواستیم. در اونجا از نام از آقای داوزه هم نام برده شده رئیس صدادشان است. اگر از اون منکر هستن من نمیفهمم که شاید از اون هم منکر باشن. اما چرا شما اینقدر نگران و بی‌اعتماد هستین بر کمیسیون؟ اجازه بدین آقای بیژن نگرانی را دولت ساس میگن که حالا کمیسیون اجازه بدین کار خود را انجام بده. اینا از سردی هوا ما میگیم روز به روز هوا سرد میشه. امروز قلفا میده کردن صبح سرور میده نکنن که داخل سرور دار دیسک میدارن که اینجا هواش گرمتر است. امروز قلفا میده کردن گفت که ما در دیوایس سافت ویر نصب کردیم شام روز انتخابات به ما معلومات میدن. برعکس سرور روم سرد است. بله اجازه بدین سرور روم یک هوای معتدل باید داشته باشه. کسی که در وزارت مخابرات کار کرده باشه و از توسط فضلی معرفی نشده باشه حداقل باید اینو بفهمه که سرور به یک هوای معتدل درجه سانتیگرد یک نواخت ضرورت داره. او اگر هوا زیاد گرم شه باز روم ما که نماز بخونیم لرزه میگیره. دقیقاً. خب شما باور بکنین سخنای پارادوکسی از اینا را که امی لحظه خود از یا دگه پای خود از یا میتونین که ببینین که کی نگران است. اصلا قضیه ای از صداهایی که بیرون شده اجازه بدین صداهایی که بیرون شده به رسانه‌های اجتماعی دست به دست میشه مطلقا از طرف بزرگوارا قانون اساسی افغانستان قوانین افغانستان نقض شده. ما به قانون احترام داریم. اینا هستن که به قانون احترام نداره. ماده 19 قانون انتخابات دور دیگر میایم به شما فرصت میدیم. تشکر در رئیس. حالا 9 تن به خاطر همین مشکلی که در سرور روم ایجاد کردن و دادستانی معرفی شدن. چقدر باور دارین آنچه که هست و آنچه که انجام شده در برابر اقدامات اصولی صورت بگیره؟ خب حالا که اینا به سارنولی معرفی شده امیدوار هستیم که سارنولی رسیدگی بکنه. برای اینکه سارنولی هنوزم زیر دست امیر رئیس جمهوری هست که تقلب میکنه. یعنی شما بیباور هستین به سارنولی هم؟ گفته نمیشه. ما میگیم بیباوریتون بیباوری اندر بیباوری امیدوار هستیم. اگر سارنولی اقدام میکرد آقای مرتضوی حالا باید اعدام میشد. دفعه چندم است که سارنولی معرفی میشه؟ کمپانی در ملوک $41,000 مگر آلمانی مشاور ماش نمیگرفت؟ بسیار تشکر. دقیق
اینا مورد هستند که بدون شک همه مردم افغانستان میفهمند و ما واقعا وقتی میایم و در رابطه با تقلبات سازمان یافته ایشان صحبت میکنم برای چندین بار واقعا خودم خجالت میکشم به دلیلی که واقعا من شهروند کشوری هستم که رئیس جمهور با تمام زور با تمام قوت و قدرتش میایم میلیون ها دلار از بیت المال افغانستان را مصرف میکنه، یعنی به قول آقای متیار 180 میلیون دلار را مصرف میکنه تا رئیس جمهور بسازه خودش و بالای مردم تحمیل بکنه. اما طور که آقای کری، یعنی چی میخواین بگین اینجا 2014 تکرار میشه؟ خب اگر 2014 تکرار نمیشد، اگر قرار می بود که واقعا آقای عبدالله عقب نشینی تاکتیکی میکنن به قول برخی، تصور از اونایی است، ولی این خواب را خوب است که از ذهن خود بیرون بکنن که اینطور یک چیز هرگز اتفاق نمیفته. آقای عبدالله برنده انتخابات است، آقای عبدالله رای پاک مردمی را از کجا معلوم؟ ما محاسبه را که ما خود ما داریم، یا شما هم چیزی دارین بالای دستگاه ها که آنچه را که آقای سلطانزوی گفته بودن که ما محاسبات رای مردم افغانستان را داریم. ما به قول ایشان ما صاحب دولت، پس از کجا میدانیم؟ ما صاحب دولت نبودیم، ما نه در ایزای واضح ما نه در کمیسون گفتم محاسبات خود ما، محاسباتی که از اما اسنادی را دولت ساز پیشکش کرد، در یک جای شما صفر رایش در در بایومتریک یا در سرور انتقال یافته، نه این مهم نیست، اینا کلش ساخته میشه، اینا اصلا قابل اعتماد نیست. یکی و دیگه ای که حتی اگر چون این چیزی هم باشه، ما که نگفتیم که او حساب شود، گفتیم که اینا خط زده شود. اصلا ما به این نیاز نداریم، ما به رای پاک مردم افغانستان نیاز داریم، نه به این رای گوسفندی. ما با رای گوسفندی عادت نداریم، رای گوسفندی متعلق به یک تیم خاص است که شما میفهمین. حالا تا جایی که کمیسیون گفته 1,900,000 رای وارد سرور شده، سرور مرکزی، و صحت و عدم صحتش تا حال مشخص نیست. شما هم به شکل اعلام برندگی میکنین، دولت ساز هم اعلام برندگی میکنن، در این میان ترسن صاحب هم این کار را میکنن سایر کاندیدا. این بخاطر از این است که شما فیلم های تقلب از اینها را در پکتیا، پکتیکا، قندهار، هلمند، در نینگرهار دیدین دیگه. شما امو آرای را که 800,000 رای را که امروز از حساب بیرون شده، اونا را هم دیدین که مربوط به کی بود؟ فیصدی از این رای ها مربوط به کی؟ تمامش مربوط دولت ساز است؟ یعنی 97% مربوط دولت ساز است. آقای پشتون گفتن ما به شکل به 20% شامل هستیم. خب من محاسبه آقای پشتون را نمیفهم، اما من میگم که ممکن 3% مربوط به کل مربوط به کل کاندیدا باشه، ولی 97% مطمئنا از تیم دولت ساز است. برای اینکه در ننگرهار معلوم است که کی باید این کارو بکنه. کل مردم افغانستان میفهمن، ما تمام چیزها رو بیرون دادیم، رسانه اجتماعی همین خود رسانه شما بارها اسناد فیلم های تقلبی را که در کجا پر شده، در پکتیا، در خوز، در پکتیکا، در ننگرهار، در لوگر و در قندار و هلمند، اینا را کی باید چی بکنه؟ تشکر. اینا ما ببینین بعضی چیزها واقعا چیزایی هستن که هیچ حاجت به گفتن نیست. اینا قدر و شهی و آفتابی است که به حد زیاد. شما بس امی بیاین تدریجی حساب بکنین. اول آوردن 5 نفر اکری را که از کشورهای مختلف دنیا به میلیون ها افغانی برش دادن، آوردن او را. کی آورد؟ خب معلوم است دیگه. کی؟ معلوم است. کی؟ کسی که سافتویر را نصب کرده. کسی که به قول آقای سلطانزوی امو دستگار در آلر در خب در رئیس بازی کی اکر آورد؟ امو کسی که در سرینا و در وزیر اکبر خان در دفتر برشان جای جان کرده بود که گفتن ضرور نیست، از هر جای میتونن اک کنن. نه او امکان نداره. شما اول باید او نفرها را باید بیارین. کی آورد امیره؟ خب معلوم است بر فعلا اتهام بالای تیم دولت ساز، برای که شما دیدین که او شما چی؟ یکی از ما که نیاز نداریم، برای که ما رای پاک مردم افغانستان گرفتیم. اتهام وارد میکنین یا سند دارین؟ خب یقینا شما رئیس آی تی کمیسیون را صدایش شنیدین دیگه، مصاحبه شما کردین. اما او نگفت که دولت ساز ای اکرا را آورده و ای حق یک کسی که 180 میلیون دلار را مصرف کرده، پس در کجا مصرف کرده؟ این 180 میلیون از کجا کردین؟ آقای متیار گفتن، آقای نبیل گفتن، دو کاندید بسیار مطرح. خب سند همو دیگه، سند اینمی دو کاندید بسیار مطرح در افغانستان امینا گفتن که تو چیز شده، و ایره ما هم نمونه هایش دیدیم که شما برای یک
رسانه اجتماعی کاملا واضح ساخت که یک رای تا در برخی ولایت ها $3,000 هم برشان تمام شده بود و یک مورد دیگر هم میخوایم بگویم که ایشان از پنشیر گفتند که در اینجا سایت بسته بوده، در حالی که در پنشیر هیچ سایتی بسته نبوده و ما از امون منطقه بسیار تشکر گفتند. جناب صدا صاحب یک دقیقه فقط برای شما و به جناب ابراهیم زای فرصت دادم میتونیم بس. اول خدا ده تاسو دو نفر زر کنن در دوله پیو طرف ده و زبل طرف اومد چې ما سره به دو نفر وخره کی مثلا بس شما یکونیم دقیقه وقت میدیم فرصت ما تمام که به خاطر ما خبر ده هم داریم بفرمایید. خبر لشت که هم سویی میکنن برای ما غرض نیست، اما شما میتونید دفاع کنین بفرمایید. اجازه که وقت ده اول در رئیس صاحب خواهشن اول خدا چې دغه سرای ده فقط ما 15 دانی روش پک دانی ما زمون تیم تر اوسه پر 215 سرټون ساس پیدا مرکزونه پیدا کړیو. مسله دوه مسله اتهام ستا صلاحیت نه ده، نه د صلاحیت ده اتهام د لوی سرمن صلاحیت ده. یو څوک چې د اعدام د حالت څخه خبر نیو هغه څنګه راځي مرتضوی ته چې اعدام شي؟ باشه انسان دوست صاحب ما اتهام نه بس نه، یعنی هدف پیدا ده وارد نمودن اتهام نه صلاحیت شماست نه از ماست نه از ایناست نه از ایناست، بلکه از لوی سرمن ولیست. اونا حد اقل مصلحت برای خودشان نه ته ابراهیم زاسه زما خبر مداخله وکوي. ابراهیم زاسه محترم کله چې اعدام حالت تاسو قانون کو ګوري بیا غنرو سره خبرې کوي چې کوم حالت سوګه دمیږي. درېمه خبره ده کله تاسو د سرنولي باندې دوی اعتماد د په داسې حال کې چې دوی 50% حکومت کې شریک دي او بودیجه کې شریک استي د کابینې رهبری تاسو کوي، نو بینان د څنګه د حکومت کې شریک سي په خپل ځان اعتماد نه لري؟ حکومت تاسو جوړ کړی 50% حکومت کې تاسو استي بیا خپل په ځان اعتماد نه لري؟ اجازه راکړئ کله چې تاسو خبرې کوي چې د سرور د حقیقتو خبره حکران دوی د یو نفر د ښکارا کې چې څوک راغله دی احمد محمود پلکی هیواد نه راغله دی، ولې اوس پر دی اریزنه کې سرنولي ته ولې امنیتي بل راپور دینو ورکړي؟ دوی خو اجازه راکړئ گفتن آقای نبیل گفتن آقای نبیل آقای متیار گفتن دوی دلاش ورته ودی سرور د ریزو کی ملي امنیت ریزو کی د خپل کې نه کی 80 میلیون اجازه راکړي لار دي 80 میلیون دی اسناد من تراوړه 180 میلیون اجازه راکړي یو سره ته ملي سند ما تراوړه. یو مثلا بل مثال دا چې کله تاسو خپل صاحب دیشه بگفتن که د تنا وزیر اکبر خان 11 میلیون یک دفتر دولت ساز مصرف کرده. نه دا خو دا خبر دی خلک کی کنه تاسو مت دغه اسناد ما تاسو خو دل دا اسناد دام سند هغه سند دغه اسناد ما ته برابر کی زمين هسته حقوق د شاګر پټوګه منل شم، اما دا چې اوسو خبره کی تاسو به ګرځي لطفا شما این روایت یک نهاد تایید کنن چون فرصت تان تمام شده. اجازه بدین که جناب ابراهیم زایم داشته باشیم صحبت داشته. ببینیم ما وضعیت اعدام میفهمم هر کس خیانت ملی کنه و باید اعدام شد. خیانت ملی در حد اعدام است. ما گفتم که اگر سارنوالی کار میکرد طالب مرتضوی بعد وظیفش نمی بود حتی باید اعدام میشد، به دلیل ازی که دیگه سارنوالی چند دفعه به سارنوالی معرفی کنه؟ کمیسیون شکایت برای رکش کنه؟ چند دفعه به سارنوالی معرفی شد؟ مسئله دیگه که دوست ما به او اشاره کردن که باز هم ما میخوایم بگویم کمپ ما یک مشاور داشتیم که رئیس جمهور برابر از اون ماش نداشت، در همین حکومت بود تصادفا، یک مشاور جرمنی در وزارت تجارت بود، همین حکومت داشت $41,000 برش ماش داشت، بالای $41,000 بود دلار برش ماش میدادن بدون شک، یا میتونن که یک انجیره را بخارن. امی اقرار آقای سلطان ما در وزارت معادن هم داشتیم که $130,000+ بود. بله. اما ظرفیت ممکن داشتن او برادر چی ظرفیت داشتن؟ چی امو به اصطلاح مرکب مولا نصرالدین بودن کدام چیز دیگه؟ از بس دور نشین بفهم. اجازه بدین. خب شما میخواین که ما یک کار داشته باشیم، ما میگیم که امی صدایی که از خانم کلوخیل برآمده مطلقاً کمک خواستن است از خارجی ها، فقط 25 ثانیه کجا از قانونی داره که میگم من شاگرد حقوق هستم، ما گفتم امیدوار هستم که فردا صدا نبره کس را بره که حقوق بفهمم انگلیسی پیشتر گفتم انگلیسی نمیفهم، ما امیدوار هستم که دبی نزیه سر صدا نبره. مسئله دیگه که اینا گفتن سارنوالی امی آقای قیومی وزیر مالیه مطلقا خیانت کرده. همه اینستیتوت دولت از اینستیتوتی که ماش گرفتن ماش دو جای گرفته چی کرد سارنوالی؟ بی شما ببینین بعض قضایای هست اینجا که سارنوالی متاسفانه در دسترس. بسیار تشکر ابراهیم زای صاحب، بسیار تشکر جناب صدا صاحب و در رئیس صاحب، ممنون از حضورتان. فرصت نداریم تا درود دیگر بدرود.